بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید حضور دانشجویان محترم و گرامی، بنده دکتر محمد تقی محمدی هستم، استاد فیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. در ادامه مبحث بحث کلیه میپردازیم به عوامل کنترل کننده جریان خون کلیه و فیلتراسیون گلومرولی. خب هدف از اهداف این به اصطلاح ارائه بر این خواهد بود که دانشجویان عزیز اولا عوامل کنترل کننده گردش خون و جریان خون کلیه و همچنین جی اف آر رو یاد بگیرن. در جلسه قبل تا حدودی عنوان شد که جریان خونی که وارد بافت کلیه میشه بسیار نسبت به بافتهای دیگه عدد از لحاظ کمیتی عدد بسیار بالایی هست. اگر کاردیاک آت بود یا برونده قلبی رو ما 5000 میلی لیتر در دقیقه در نظر بگیریم، از این 5000 میلی لیتر در دقیقه چیزی حدود 1100 میلی لیترش وارد بافت کلیه میشه که تقریبا میشه 22% برونده قلبی. خب باید اینو توجه داشته باشیم که کل وزن این ارگان 4% وزن کل بدن هست، از لحاظ وزنی و اندازه بافت بسیار کوچکی هست، اما با این وجود چیز حدود 22% برونده قلبی رو به خودش اختصاص میده. خب ممکنه همینجا یه سوالی برای دانشجویان محترم پیش بیاد، چرا بافت کلیه این همه جریان خون رو داره دریافت میکنه؟ به چه دلیل این جریان خون بالا به کلیه وارد میشه؟ هدف از این جریان خون بالا در بافت کلیه بحث متابولیسم نیست. چرا؟ چون میزان جریان خون خیلی بالاتر از میزان چی هست؟ متابولیسم و مورد نیاز بافت کلیه هست. اما هدف از این جریان خون بالا ایجاد یک ریت فیلتراسیون گلومرولی بالاست. چرا؟ ما صحبت کردیم که میزان فیلتراسیون گلومرولی از داز کمیتی عدد بسیار بالایی برخورداره. برای مثال صحبت کردیم حدوداً 180 لیتر مایع روزانه در کلیه ها فیلتره میشه. بنابراین این مقدار فیلتراسیون بالا که برای دفع مواد سمی و همچنین تعیین دقیق غلظت به اصطلاح و ترکیب مایعات بدن بسیار حائز اهمیت هست، بنابراین خوب دقت بکنید این جریان خون بالا برای چی هست؟ ایجاد جی اف آر بالا هست. پس هدف از این جریان خون بالا به بافت کلیه مشخص شد. حالا میتونیم یه مقایسه با برخی از بافتایی که به اصطلاح جریان خون نسبتاً بالایی دارن و مصرف اکسیژن بالایی دارن. خب دقت بکنید میزان مصرف اکسیژن در بافت کلیه نسبت به بافت مغز، یک بافتی که از لحاظ متابولیکی فعاله و اکسیژن زیادی مصرف میکنه، تقریباً 2 برابر هستش. نکته بعدی از لحاظ مقایسه جریان خون، جریان خونی که وارد بافت کلیه میشه چیز حدود 7 برابر جریان خون مغز هست. بنابراین همینجا میتونیم یه نتیجه گیری بکنیم که میزان جریان خونی که وارد کلیه میشه هدفش هدف متابولیسم نیست. بنابراین خوب دقت بکنید وقتی که این جریان خون بالا مقدار زیادی فیلتراسیون اعمال میکنه، خب خیلی از مواد دوباره باید بازجذب بشن. اگر یادتون باشه در ارتباط با خود آب صحبت شد که 180 لیتر مایع اگر فیلتره بشه چیز حدود 178.5 لیترش بازجذب میشه، چیز حدود کمتر از 1.5 لیتر به عنوان یورین دفع میشه. خب یکی از مواد خیلی مهمی که بعدها خیلی روش هم صحبت خواهیم کرد فیلتره میشه بحث سدیم هست. مقدار بار فیلتره شده سدیم بسیار بسیار بالاست. حالا این سدیم وقتی که داره در تیوبولها بازجذب میشه، خب دقت کنید خیلی از مواد هم به همراه سدیم بازجذب میشن و همچنین آب هم بعد از بازجذب مواد و فشار اسمزی بازجذب میشه. بنابراین مقدار مصرف اکسیژن در بافت کلیه رابطه تنگاتنگی با بازجذب سدیم داره. بر این اساس اگر ما جی اف آر را کم کنیم و میزان بار فیلتراسیون سدیم کم بشه،
به همون نسبت میزان مصرف اکسیژن هم کاهش پیدا میکنه. یا زمانی که شما میزان فیلتراسیون و میزان ریابزوربشن سدیم رو به صفر برسونید، میزان مصرف اکسیژن به حد پایه خودش که 4 برابر نسبت به حالت طبیعی خودش هست کاهش پیدا میکنه. عوامل تعیین کننده ی جریان خون یا رنال پلاسما فلو، فرقی نمی کنه چیا هستن. رنال بلد فلو رو میتونیم به صورت فرمول با استفاده از مثلا فرمول یا قاعده اوم بازنویسی بکنیم. در مبحث گردش خون قطعا با فرمول اوم آشنایی دارید. بر پایه قانون اوم میزان جریان خون در یک باف یا در یک رگ رابطه مستقیمی داره با اختلاف فشار و رابطه معکوس داره با مقاومت. همین فرمول رو شما میتونید برای بافت کلیه بنویسید. مقدار جریان خونی که در کلیه برقرار هست دقیقاً ارتباط مستقیم داره با اختلاف فشار شریانی و وریدی، یعنی رنال آرتری پرشر منهای رنال وین پرشر، و رابطه معکوس داره چی؟ با توتال رنال واسکولار رزیستنت. خب یکی از فاکتورهایی که میتونه بر میزان جریان خون کلیه تأثیر داشته باشه بحث مقاومت عروق کلیه هست. به طور کلی قسمت عمده مقاومت عروق کلیه در 3 ناحیه یا در 3 تا از عروق قرار میگیره. این عروق شامل چیا هستن؟ اینترلوبولار آرتری، شریانهای آوران و شریانهای وابران هستن. خب میتونیم مقایسه بکنیم و این میزان درصد مقاومت رو بر پایه همین اختلاف فشار بین شریان ها به اصطلاح به دست بیاریم، بر پایه افت فشار و فرمول او. خب دقت بکنید، در رنال آرتری حدود فشار چیز حدود 100 میلیمتر جیوه است. در طول رگ خیلی تغییر پیدا نمی کنه، بنابراین درصد مقاومتی که در شریان ها کلیوی وجود داره عملا 0 هست. اما در شریان‌های اینترلوبال آرکیوت و اینترلیوبولار آرتری در ابتدا فشار 100، در انتها به عدد 85 افت پیدا می‌کنه. بر اساس این افت فشار میزان درصد مقاومت در این قسمت‌ها علل خصوص در شریان اینترلیوبولار چیز حدود 16% هست. در شریان آوران فشار از 85 به 60 صعود میکنه. خوب دقت بکنید، در ابتدا 85 هست، در انتهای شریان آوران 60 میلیمتر جیوه هست. درصد سهم مقاومت به این عروق یا شریانهای آوران 26% که عدد قابل توجهی هست. خب بعد از شریانهای آوران وارد مویرگهای گلومرولی میشیم. شاید خیلی ها به اشتباه فرض بکنن که بیشترین مقاومت در اینجا وجود داره، اما به تغییرات فشار خون وقتی که دقت میکنیم در ابتدای مویرگهای گلومرولی فشار حدودا 60 میلیمتر جیوه است و در انتها خیلی افت پیدا نمیکنه و فشار هیدروستاتیک مویرگهای گلومرولی در طول مویرگ تغییر چندانی نداره. بنابراین این قسمت یعنی مویرگهای گلومرولی مقاومت بسیار پایینی دارن، شاید چیزی حدود کمتر از 1%. نهایتا شریان وابران، در ابتدای شریان وابران فشار حدود 59 میلیمتر جیوه است، اما در انتها حدوداً 18 میلیمتر جیوه. بنابراین یک سقوط بالقوه یا از لحاظ کمیتی عدد بالایی از افت فشار رو اینجا میبینیم. بنابراین از لحاظ کمیتی اگر مقایسه کنیم بیشترین مقاومت نسبت به بقیه عروق در شریان وابران قرار گرفته که از اهمیت به سزای برخوردار حدود 43% کل مقاومت رو به خودش اختصاص میده. خب بقیه قسمت ها هم مقاومت ها بسیار کمه دیگه، به خصوص در ورید ها که فشار تا عدد 3 تا 4 میلیمتر جیوه سقوط میکنه، تقریبا دیگه اونجا ها مقاومت حدود 0 هست. خب این تغییرات مقاومت، خوب دقت کنید، میتونه تحت تاثیر برخی از عوامل از جمله سیستم عصبی سمپاتیک، برخی از هورمون ها و برخی از عوامل موضعی که بر به اصطلاح انقباض و انبساط عروق تاثیر میذارن میتونن تحت تاثیر قرار بگیرن. اما نکته نهایی در ارتباط با توزیع جریان خون در بافت کلیه هست. خب من باز هم اینجا تأکید میکنم میزان جریان خونی که وارد بافت کلیه میشه
از لحاظ کمی دیدیم عدد بسیار بالایی است، 22% کل برونده قلبی. خب از این مقدار خوب دقت کنید، قسمت عمده جریان خون بیشتر سمت قشر کلیه رو چیکار میکنه؟ خون رسانی میکنه. بیش از 90% جریان یا 90 تا 95% این مقدار حجم خون در قسمت قشر کلیه است. پس قشر کلیه از لحاظ جریان خون یک بافت بسیار پرخونی هستش. اما از این مقدار جریان خون شاید چیز حدود کمتر از 4% به قسمت مدولا وارد بشه، که البته این مقدار کم جریان خون به مدولا برای عملکرد کلیه نقش مهمی داره، که البته اینجا جایگاهش نیست، در بخشای بعد مفصل روی این بس ما صحبت خواهیم کرد. حالا همین مقدار اندک خونی که وارد مدولا میشه در حدی هستش که نیازهای متابولیک رو در این قسمت از بافت کلیه تأمین بکنه. و نکته قابل توجه، این خون از طریق عروق وازارکتا هستش که از همون نفرون‌های پهلوی مرکزی یا جاکستا مدولاری نفرون‌ها هستن که از اون شریان وابران اونها یه شاخه‌های جدا میشه تحت عنوان عروق مستقیم یا عروق وازارکتا، که مسئولیت اصلی خون رسانی به بافت مدولا رو بر عهده داره. خب ما در ارتباط با عوامل تعیین کننده جی اف آر یا میزان فیلتراسیون گلومرولی جلسه پیش مفصل صحبت کردیم و متوجه شدیم که به صورت فرمولی جی اف آر حاصل چیه؟ کای اف یا ظریف فیلتراسیون ضرب در نت فیلتریشن پریشر. خود نت فیلتریشن پریشر 4 تا نیروهای که شامل نیروهای هیدروستاتیک و اسموزیکولویدی بودن. خب از بین این متغیرها مهمترین متغیری که تحت تأثیر یا تحت کنترل فیزیولوژی قرار میگیره فشار هیدروستاتیک گلومرولی هست. بنابراین فاکتورهای متعدد دیگر مثل فاکتورهای عصبی، فاکتورهای هورمونی و عوامل اوتاکوئیدی، که عوامل دقت بکن اوتاکوئیدی عوامل مؤثر بر عروقی هستن که در در داخل بافت خود کلیه آزاد میشن و بر به اصطلاح مقاومت عروق به اصطلاح تأثیر میگذارن. پس دقت کنید این عوامل میان بر روی چی؟ فشار هیدروستاتیک گلومرولی به اصطلاح اثر میذارن و از این طریق هستش که میان جی اف آر رو به اصطلاح تحت کنترل یا تحت تأثیر قرار میدن. خب ببینیم این عواملی که صحبت شد مهمترینش چیا هستن. خب اولیش بحث سیستم عصبی سمپاتیک هست. سیستم عصبی سمپاتیک تقریبا تمامی عروق کلیه رو عصب رسانی میکنه، از جمله شریان آوران وابران عصب رسانی از پایانهای سمپاتیک رو دارن. خب تحریک متوسط یا خفیف سیستم عصبی سمپاتیک خیلی بر میزان جریان خون و نهایتاً فشار هیدروستاتیک گلومرولی تأثیر بسزای آنچنانی ایجاد نمی‌کنه یا تأثیراتش اندک است. بنابراین در طی فعالیت‌های روزمره اگر سیستم سمپاتیک تحت تأثیر برخی از کنترل کننده های فشار مثل سیستم باروسپتوری که دائما فعال هستن فعالیتش تغییر پیدا کنه، تأثیرات یا تغییرات اندکی از این طریق میتونه بر میزان رنال بلد فلو و همچنین جی اف آر داشته باشه. اما تغییرات یا اثرات سیستم سمپاتیک زمانی که در شرایط پاتولوژیک مثل افت شدید فشار خون داشته باشیم و سیستم عصبی سمپاتیک به شدت یا با از لحاظ کمیتی عدد بالاتری تحریک بشه، در این شرایط میتونه میزان جریان خون کلیه رو به شدت تحت تاثیر قرار بده و میزان جی اف آر رو کاهش بده. یکی از این شرایط افت شدید فشار خون هست که در زمانی که شما افت شدید فشار خون رو داشته باشید و طولانی مدت باشه ممکنه پاسخ ایسکمی سیستم عصبی مرکزی فعال بشه، و اگر در بحث گردش خون این رو تو خاطر داشته باشید این پاسخ یکی از پاسخهایی که یک تخلیه وسیع و گسترده و شدید سیستم عصبی سمپاتیک رو اعمال میکنه. خب در این شرایط عروق کلیه تحت تاثیر فعالیت بالای سیستم عصبی سمپاتیک چی میشن؟ منقبض میشن، جریان خون، فشار هیدروستاتیک گلومرولی و نهایتاً جی اف آر ممکنه تا عددهای نزدیک صفر هم سقوط پیدا بکنه.
اینجا قابل ذکر جانمونه که خوب دقت بکنید، ما در شرایط پایه هم یک تخلیه تونیک سیستم عصبی سمپاتیک بر روی عروق کلیه رو داریم. پس به این صورت سیستم عصبی سمپاتیک رنال بلد فلو و نهایتاً جی اف آر رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. اما عوامل هورمونی، از مهمترین هورمون هایی که میتونیم مثال بزنیم نورپینفرین و اپینفرین هستن. خوب دقت کنید، وقتی که سیستم عصبی سمپاتیک فعال میشه، اپینفرین و اپینفرین هر دوتا اینها از قده فوق کلیه به قسمت مرکزی قده فوق کلیه هم چی میشن؟ رها میشن و وارد گردش خون میشن. خب اینها هم جزء ویزوکانستریکتورها هستند. بنابراین خوب دقت بکنید، چون عوامل ویزوکانستریکتور هستن میتونن باعث انقباض عروق کلیه بشن و در نهایت جریان خون و نهایتاً جی اف آر رو چیکار بکنن؟ کم بکنن. اما اونچنان نقش خیلی مهمی ممکنه در شرایط دقت بکنید فیزیولوژیک نقش آنچنان مهمی رو ایفا نکنن. فاکتور بعدی اندوتلین هست. اندوتلین یک ماده ویزوکانستریکتور خیلی قوی هستش. اندوتلین در شرایط طبیعی تولیدش کمه، اما در شرایط پاتولوژیک از دیواره اندوتلیال عروق آزاد میشه. زمانی که اندوتلیوم به هر دلیلی آسیب دیده بشه، اندوتلیال اونجا آزاد میشه. اندوتلین هم یک ویزوکانستریکتور خیلی قوی هست. بنابراین در شرایط پاتولوژیک، نه در شرایط فیزیولوژیک، بیشتر اندوتلین در شرایط پاتولوژیک به دلیل آسیب عروقی آزاد میشه و چون یک ویزوکانستریکتور قوی هست میتونه رنال بلد فلو و نهایتاً جی اف آر رو کاهش بده. از ویزوکانستریکتورهای بعدی میتونیم به آنژیوتانسین شماره 2 اشاره بکنیم. آنژیوتانسین شماره 2 یکی از مهمترین پارامترهایی هستش که میتونه بر میزان جی اف آر و رنال بلد فلو تاثیرگذار باشه. آنژیوتانسین شماره 2 هم به صورت سیستمیک در داخل گردش خون تولید میشه و هم به صورت لوکال در خود بافت کلیه سنتز میشه و آزاد میشه و اثرات خودش رو اعمال میکنه. خب نکته ای که در ارتباط با آنژیوتانسین شماره 2 وجود داره این هست که دیواره شریان وابران یا عروق شریان وابران در شرایط طبیعی و فیزیولوژیک به تغییرات غلظت آنژیوتانسین شماره 2 خیلی حساس تر هستن نسبت به شریان آبران. بنابراین خوب دقت بکنید، در شرایط فیزیولوژیک و یا به عبارت دیگر در غلظت‌های کم آنژیوتانسین شماره 2 تأثیر این ماده بر چی هست؟ بر شریان وابران هست. بنابراین باعث چی میشه؟ باعث انقباض یا افزایش مقاومت شریان وابران میشه. خب این رو شما بازم در مبحث گذشته یاد گرفتید، اگر مقاومت شریان وابران رو شما زیاد بکنید قطعا اینجا دو تا اثر به وجود میاد. یکی بعض افزایش فشار هیدروستاتیک گلومرولیز که این در جهت افزایش جی اف آر عمل میکنه، اما افزایش مقاومت شریان وابران باعث کاهش رنال بلد فلو خواهد شد که این اثر بر روی جی اف آر اثر معکوس هست. اما نکته‌ای که اونجا هم ذکر کردیم در مباحث گذشته این بود، بستگی به اون درصد افزایش مقاومت داره. اگر درصد افزایش مقاومت در شریان وابران کم باشه، در اینجا افزایش فشار هیدروستاتیک بر کاهش جریان خون کلیه غلبه میکنه و باعث افزایش چی میشه؟ باعث افزایش به اصطلاح جی اف آر خواهد شد. نکته ای که در ارتباط با آنژیوتانسین شماره 2 وجود داره این هست، آنژیوتانسین شماره 2 زمانی در خون غلظتش میره بالا که فرد دچار کاهش حجم خون شده باشه. خب در این شرایط کاهش حجم خون قطعا میزان رنال بلد فلو و جی اف آر رو میخواد کم بکنه. بنابراین آنژیوتانسین شماره 2 در این شرایط وقتی که آزاد میشه از طریق افزایش مقاومت شریان وابران کمک میکنه جی اف آر رو چیکار بکنه؟ زیاد بکنه، به حالت طبیعی خودش برگردونه تا دفع مواد که وابسته هستن به فیلتراسیون دچار اختلال نشن. پس دقت بکنید، اما در شرایط پاتولوژیک یا به عبارت اینجوری بگیم زمانی که غلظت آنژیوتانسین شماره 2 بیش از اندازه یا زیاد بالا میره، همزمان با مقاومت شریان وابران شریان آوران رو هم میتونه تعیین بکنه. بنابراین در این صورت ما افت شدید جریان خون کلیه و همچنین افت
فشار خون رو خواهیم داشت. پس دقت بکنید، آنژیوتانسین شماره 2 در شرایط فیزیولوژیک، چون گفتیم که حساسیت شریان وابران به این ماده نسبت به شریان آوران خیلی بیشتره، بنابراین ترجیحاً شریان وابران رو تحت تاثیر قرار میده. خب این یک تعداد از مواد ویزوکانسترکتور بود که دیدیم به چه صورت اثرات خودشون رو بر روی رنال بلد فلو و نهایتاً جی اف آر اعمال میکنن. اما برخی از یا مهمترین مواد ویزودایلیتور، یکی از اونها میتونیم به نیتریک اکساید مشتق شده از اندوتلیال اشاره بکنیم. در مورد این ماده در نظر داشته باشید نیتریک اکساید در تمامی عروق در شرایط بیزال و پایه یک تولید پایه‌ای داره و دائما داره تولید میشه. به هر دلیلی اگر میزان تولید این ماده کاهش پیدا بکنه قطعا دچار عروق ویزوکانستریکشن میشه. خب ویزوکانستریکشن باعث کاهش رنال بلد فلو خواهد شد و نهایتا جی اف آر رو کم میکنه. اما اگر به هر دلیلی تولید نیتریک اکساید رو شما زیاد بکنید، نیتریک اکساید به عنوان یک چی هست؟ ویزودایلیتور هست، بنابراین باعث ویزودایلیشن در عروق کلیه خواهد شد از طریق افزایش رنال بلد فلو و نهایتا افزایش فشار هیدروستاتیک مویرگ های گلومروری، باعث افزایش جی اف آر میشه. نقش نیتریک اکساید در برخی از بیماری های به اصطلاح پاتولوژیک از جمله هایپرتنشن که به نوعی به اصطلاح وابستگی یا ارتباط با کلیه داره مشخص شده و مشخص هستش که تولید این ماده در عروق کلیه کاهش پیدا میکنه اون مقدار پایه خودش، بنابراین عروق دچار ویزوکانستریکتر میتونن بشن و جی اف آر کم بشه و کاهش جی اف آر و اون شاید این رو در بحث گردش خون مفصل خونده باشید که به چه صورت کاهش عملکرد کلیه چون نقش برتر رو در کنترل فشار شریانی بر عهده داره، بنابراین کاهش عملکرد کلیه ممکنه منجر به بیماری فشار خون بشه و نهایتاً پروستاگلاندین ها و حتی برادیکینین که جزء ویزودایلیتور ها هستن. خب چون اینا هم جزء ویزودایلیتور ها هستن انتظار میده رنال بلد فلو رو زیاد کنن و جی اف آر رو زیاد بکنن، اما نقششون در شرایط فیزیولوژیک شاید خیلی به اون صورت مهم برجسته نباشه. بیشترین اثراتی که این گشاد کننده یعنی پروستاگلاندین ها و برادیکینین اعمال میکنن، خب دقت بکنید، از اثرات ویزوکانستریکتوری برخی از هورمون‌ها و سیستم عصبی سمباتیک و هورمون‌های مثل آنژیوتانسین جلوگیری می‌کنن. بنابراین خوب دقت کنید، افرادی که داروهای ضد التهاب غیر استرویدی رو دارن مصرف میکنن، بنابراین پروستاگلاندین ها سطحشون میاد پایین، بنابراین اینجا افزایش غلظت آنژیوتانسین شماره 2 و تحریک سیستم عصبی سمباتیک میتونه اثرات ویزوکانستریکتوری خیلی زیادی اعمال بکنه و باعث افت بیشتر جی اف آر بشه. نهایتاً یک ماده هم من به صورت گذرا اینجا اشاره میکنم تحت عنوان آتریال ناتریورتیک پپتید یا پپتید ناتریورز دهلیزی. خوب دقت بکنید، شاید در کتابتون این رو نبینید، اما اثراتی که بر روی رنال بلد فلو ایجاد میکنه به این صورت هستش که خوب دقت کنید، باعث ویزودایلیشن به اصطلاح شریان های آوران میشه، اما در شریان های وابران طبق برخی از رفرنس ها ظاهرا باعث ویزوکانستریکشن میشه، بنابراین ممکنه رنال بلد فلو رو خیلی تحت تاثیر قرار نده. اما دقت کنید، چون فشار هیدروستاتیک که مویرگ های گلومرولی رو زیاد میکنه، این پپتید یا پپتید ناتریورز دهلیزی باعث افزایش به اصطلاح جی اف آر خواهد شد. خب در این قسمت ما دیدیم که خیلی از عوامل فیزیولوژیک مثل چی؟ سیستم عصبی، هورمون‌ها و عوامل اتوکایدی چگونه از طریق به اصطلاح تغییرات جریان خون و نهایتاً فشار هیدروستاتیک مویرگ‌های گلومرولی بر میزان جی اف آر تأثیر می‌ذارن. خب برای این مبحث ما از کتاب فیزیولوژی گایتون استفاده کردیم. خب خیلی تشکر میکنم از دانشجویان محترم، امیدوارم که بحث ارائه شده برای دانشجویان مفید واقع شده باشه. خب شما رو به خداوند بزرگ میسپارم، خدا نگهدار.